آمارهای سه ماهه سوم اپل نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش فروش، سود این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده. با این حال کارنامه شرکت با سود خالص سالیانه 26.8 میلیارد یورو همچنان بهتر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است. عرضه ارزان‌تر گوشی‌ها برای بقا در صحنه رقابت با سامسونگ و گوگل دلیل اصلی کاهش سود اپل عنوان می‌شود. این در حالی است که در این بازی زمانی اپل 33 میلیون و 800 هزار گوشی آیفون فروخته، اما موفق شده تنها 14 میلیون و 100 هزار دستگاه آیپد به فروش برساند. و اما نظریه کارشناس درباره این گزارش، خب گزارش سالمی بود که میتواند برای سه ماهه منتهی به دسامبر راهنمای خوبی باشد. سوالی که الان باید با آن پاسخ داد این است که آیا اپل به اندازه کافی نوآوری داشته؟ این برای اولین بار طی 11 سال گذشته است که سود شرکت روندی نزولی را تجربه می‌کند. با این وجود مسئولان اپل امیدوارند به لطف بازار چین و همچنین نزدیک شدن به ایام کریسمس و سال نو میلادی بتوانند رکورد جدیدی را در فروش به ثبت برسانند. شرکت روی فروش چشمگیر محصولات جدید خود آیفون های 5S و 5C در شرق آسیا حساب ویژه‌ای باز کرده.